جلسه محاکمه اسکار پیستوریوس قهرمان دوی معلولان جهان متهم به قتل دوست دخترش امروز در دادگاهی در پرتوریای آفریقای جنوبی از سر گرفته شد وی میگوید در شب حادثه به ریوا کمپ دوست دختر مانکنش با این گمان که بیگانه ایست در حریم ویلا شلیک و به صحو را کشته است در جلسه امروز آقای پیستوریوس با صدایی لرزان گفت سعی او محافظت از دوست دخترش بوده است وی با عذرخواهی از, خانواده دوست دخترش نمی نمیتواند رنج عظیمی را که سبب شده است تصور کند وی گفت خوابهای وحشتناک میبیند و اغلب با توهم بوی خون دوست دخترش در مشام از خواب میپرد دادستانان این بار به تعیین زمان و توالی شلیک گلوله ها و نیز گلوله مهلکی که جان خانم استنکمپ را متمرکز شدند آنان با شواهد موجود و شهادت همسایگانی که فریاد مختور را شنیدند میخواهند معلوم کنند که آیا اوسکار پیستوریوس در تاریکی شب حقیقتا دوست دخترش را ندیده و یا برغم فریاد و هشدار و حراسالودش به عمد او را به قتل رسانده است